به برنامه دیدگاه خوش آمدید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تورم نقطه ی ماه نزدیک به چهل درصد است و تورم دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال 95 چیزی در حدود 155 درصد است. این به معنای حداقل دو نیم برابر شدن قیمت ها در طول دو سال است. هرچند که خرید و فروش های خرد و کلان بازار افزایش بسیار زیادتری را نشان می دهد. دولت برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی از بهار سال 97 برنامه اختصاص ارز دولتی به قیمت 4200 تومانی را به این کالاها در پیش گرفت. ای که اجرایی شدن آن الالقاعده بایستی مانع گرانی کالاهای اساسی و مصرفی مردم میشد. اما در عمل چنین نشد. اختصاص ارز 4200 تومانی نه تنها توان تثبیت قیمت کالاهای اساسی همچون روغن نباتی، قند، برنج، حبوبات و نان را نداشت، بلکه در برخی موارد شاهد کمبود این کالاها در بازار هستیم. علت این امر را بایستی در ساختار مافیایی حاکمیت جمهوری اسلامی جستجو کرد. در این برنامه ضمن اشاره به برخی نمونه های این سیستم مافیایی تأثیر آن را در معیشت مردم را نیز بررسی می در تیر ماه سال 90 و در گرماگرم گرم اختلافات رئیس دولت وقت محمود احمدی نژاد با همکاران سابق خود در سپاه پاسداران وی برای اولین بار لفظ برادران قاچاقچی خود را به کار برد. احمدی نژاد در این سخنرانی به اسکله ها و معابر مرزی مختص نهادها و وزارت های امنیتی و نظامی اشاره کرد که در آنها هیچ گونه نظارتی صورت نمی گیرد. او سپاه و نیروهای امنیتی را به سوء استفاده از این خلع نظارتی و پرداختن به کار قاچاق متهم کرد. احمدی نژاد با اشاره به مصرف 2000 میلیارد تومانی دخانیات در ایران گفت این مبلغ همه قاچاقچی های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان بر اساس اظهارات احمدی نژاد در سال 90 تعداد 80 اسکله غیر مجاز تحت امر سپاه قرار داشت کسانی که حاکمیت ایران را میشناسند به خوبی میدانند که این رژیم مجموعه ای از بلوک بندی های مافیایی است به طوری که در اداره هر بلوک مافیایی بازوهای از سپاه، نهادهای امنیتی و بیت رهبری در کار هستند. به عنوان مثال، قاچاق دخانیاتی که احمدی نژاد به آن اشاره کرده بود، یکی از زیر مجموعه های بلوک قاچاق مواد مخدر است که توسط شاخه قدس سپاه پاسداران انجام می شود. مسیری که از مرزهای جمهوری آذربایجان گذشته و از طریق مافیاهای مواد مخدر آلبانی در کشورهای اروپایی توزیع می‌گردد. در نخستین باه سال 2011 روزنامه برلین مورگن پست آلمان بر اساس اسناد ارائه شده از سفارت آمریکا در باکو گزارشی منتشر کرده که در آن از قول وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان چنین آمده است دولت افغانستان به دولت ما گفت که نیروهای امنیتی ایران فعالانه با گروه های افغانی خاص قاچاق مواد مخدر همکاری دارند. افزون بر این به گفته خالاکوف بازجویی ها از قاچاقچیان نشان می دهد که وابستگان به نیروهای امنیتی ایران به طور فعال در معامله و تولید مواد مخدر دست دارند. صادرات فرش، فروش نفت و نهادهای نفتی واردات خودرو و هر یک از کالاهای اساسی مورد استفاده روزمره مردم در انحصار بلوک مافیای خاصی قرار دارد به عنوان مثال اتاقهای بازرگانی مهم همچون اتاق بازرگانی ایران و چین در انحصار حزب معتلفه قرار دارد. حزبی که در زیر مجموعه نیروهای سنتی اصولگرا در سپاه و بیت رهبری پشتوانه های نیرومندی دارد. رشد ساختار مافیایی موجب شده است تا در حکومت جمهوری اسلامی قطبندی شکل گرفته و طرفین به جان یکدیگر بیفتند با گذشت زمان این نزاع منفعت طلبی در سیستم مافیای اقتصاد ایران نمود بیشتری در سیاست یافت تا آنجا که در دی ماه سال 96 بخشی از بدن سپاه که در بیعت با ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی اقدام به برپایی اعتراضات خیابانی علیه بخش دیگری از سپاه و دولت روحانی کردند البته این اعتراضات از کنترل آنها خارج شد و همچون جرقی در خرمن کاه دامن کل سیستم مافیایی را گرفت هر یک از مسئولان رد بالا و میانی رژیم با یکی از این مافیاهای اقتصادی در ارتباط هستند. هر یک از ایشان به جای تلاش برای رفع نیازهای مردم میکوشند تا حیطه سودجویی خود را گسترش دهند. به عبارت دیگر کار کرده هیچ یک از قوه مجریه، قضایه و مقننه بر اساس ساختاری قانونمند نیست. در یک چنین سیستمی است که مبالغ واریزی به حساب قوه قضایی تحت عنوان وسیقه و زمان و غیره به یکی از 63 شماره حساب بانکی شخص رئیس قوه قضایی وارد می شود. اختلاس های صورت گرفته از سوی مسئولین رد بالای این رژیم نمونه دیگر از کار مافیایی آن است. آنچه که در این سیستم مافیایی هیچ اهمیتی ندارد حال و آینده ملت‌های ساکن در ایران منابع انسانی و طبیعی است از این رو در مدت ۴۰ سال سلطه حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ برنامه زیرساختی رفاهی اقتصادی محیطی و توسعی نمی نمیتواندید ساختار مافیایی حاکمیت که دولت کنونی را نیز در بر میگیرد تحریم های اقتصادی اعمال شده را به فرصتی برای استفاده رانتی از منابع مالی و ظرفیت های اقتصادی تبدیل کرده است برنامه اختصاص دلار 4200 تومانی به افرادی خاص برای واردات کالاهای اساسی فنفسه نفس برنامه مافیایی و فسادآفرین است. در عمل نیز چنین شده است. ای که از حمایت خاصی برخوردار هستند دلار 4200 تومانی را از دولت می گیرند و کالاهای اساسی را وارد می کنند اما از طرف دیگر این اجناس را از اسکله ها و معابر مرزی خود به کشورهای دیگر صادر می کنند وارد کنندگان دام زنده از جمله این موارد می باشند افرادی که به اسم تأمین گوشت مصرفی دلار 4200 تومانی را دریافت می کنند دامهایی را که خود وارد کردند از معابر و اسکله مرزی تحت کنترل مافیاهای اقتصادی به عراق و سایر کشورهای عربی صادر می کنند در این بین آنچه نصیب ملت های ساکن ایران می شود گرانی است و گوشت های یخ ای که تاریخ کشدار مشخصی ندارند سخنرانی حسن روحانی در جمع استانداران در 27 دیماه ماه گذشته مهر تاییدی بر بیتفاوتی مافیاهای اقتصادی بر وضعیت معیشتی مردم بود. در این سخنرانی روحانی اختصاص ارز 4200 تومانی را غیرشفاف دانست و اظهار داشت. بارها در دولت اعلام کردیم. باید اسم هر کس که ارز به او تعلق می گیرد و ثبت سفارش می کند اعلام شود تا همه بدانند چه کسی برای چه کاری چه مقدار ارز دریافت کرده و چه میزان کالا وارد کرده و در کجا انبار کرده است وی در ادامه از افرادی که به اسم واردات دام و کالاهای اساسی از دولت ارز 4200 تومانی دریافت می کنند به گلایه پرداخت و گفت امروز بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز در کشور قاچاق می شود. به طوری که شبانه تعداد زیادی دام از مرز غربی کشور خارج می شوند و از سوی دیگر باید برای تهیه گوشت مورد نیاز مردم از کشوری دیگر با هواپیما گوشت وارد کنیم. پر واضح است وظیفه یک رئیس جمهور که دولت وی برای واردات ارز 4200 تومانی اختصاص داده گلایه کردن نیست. پیگیری افرادی که دلار دولتی دریافت کردند کار چندان پیچیده نیست. اما بلوک مافیایی روحانی جز گلمندی از بلوک مافیایی که مرزها را در اختیار دارد قادر به انجام کار دیگری نیست چرا که هر یک در حوزه ای به چپاول اموال و دارایی های مردم مشغول هستند دوستان و همراهان گرامی به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم تا دیداری دیگر بدرود